مکتب درویشی قابل تفکیک نیست. از ابتدای قطبیت دکتر نورعلی تابنده، جریانی خزنده در درون مناسبات درویشی تلاش کرد تا از ایشان یک چهره سیاسی و خارج از عرف و رسوم درویشانه اقطاب متأخر سلسله گنابادی به تصویر بکشد. با نگاهی به فعالیت سایت‌های وابسته به اداره فرق و ادیان، نظیر ادیان نت، بنیاد مطالعاتی تحلیلی روشنگر فرق و ادیان، خبرگزاری صوفیه، فرق نیوز، مفاز نیوز و آنتی سکت، در میابیم که سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرق و ادیان طی دو دهه کوشیده تا دو تعبیر متفاوت از درویشی در میان پیروان طریقت گنابادی ارائه نماید و در این راستا از تمامی ابزارهای بیرونی و درونی بهره جسته است. ردپای چنین تفکر تفرق افکنانه در میان دراویش را میتوان در مطالب منتشر شده در پایگاه‌هایی که پیشتر نام آنها برده شد علیه مکتب انسانساز فقر و درویشی و تصوف و به ویژه آموزه‌های دکتر نورعلی تابنده یافت. نویسندگان یک مجموعه ضد تصوف موسوم به کتاب در کوی صوفیان در سال 1383 تحت پوشش امضای مستعار سید تقی واحدی صراحتاً از دو تعبیر متضاد و در تقابل با هم در تفکرات پیروان طریقت گنابادی گله‌مندند. در این کتاب در فصل مربوط به طریقت گنابادی از صفحه 470 تا به آخر شاهد حملات لجام گسیخته و بسیار تندی به مدیر مسئول مجموعه فصلنامه‌های عرفان ایران و نویسنده یک کتاب درآمدی بر تحولات تاریخی سلسله نعمت اللهی در دوران اخیر هستیم. در همان حال نیز مشاهده می‌کنیم که تدوین کنندگان کتاب در کوی صوفیان چگونه نسبت به اقطاب طریقت گنابادی زبان به انتقاد می‌گشایند که چرا آقای حاج حسین علی کاشانی را در جایگاه شایسته شؤونات واقعی خودش در هرم این طریقت نصب نمی کنند. به عنوان مثال در صفحه 255 در قسمت پاورقی با چنین تعبیر عجیبی مواجه می شویم. امثال آقای کاشانی با این همه لیاقت چرا باید فقط در حد یک مجاز باشند و شیخ و قطب و بالاتر از آن نباشند؟ چون قصه دیگری است. پایان نقل به مضمون. در این مجموعه کتاب‌ها که عموماً از انتشارات مؤسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است، به وفور مشاهده می‌کنیم که نویسندگان مکتب درویشی مستقل و مبتنی بر سنت تصوف و عرفان اسلامی را انحراف و ضلالت و گمراهی می‌شمارند و پیروانش را مردود و مطرود و معزول می دانند. اما برعکس نوعی از درویشی که اعتبارش را از تتابع و انطباق با فتاوی مراجع تقلید می گیرد، درویشی مقبول تلقی می کنند. از همین دیدگاه هست که نوع تفکرات و تعابیر آقای حاج حسین علی کاشانی نسبت به درویشی از نظر گردانندگان سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرق و ادیان کاملا مقبول و قابل قبول به شمار می رود و برعکس دیدگاه های آقای دکتر نورعلی تابنده و پیروان مکتب ایشان ناموجه و خطرناک ارزیابی می شود. عبدالرضا بارفروش در کتاب موسوم به آسیب شناسی عرفان در صفحات 106 و 107 می نویسد صوفیه مدعی تشیع مثل دراویش گنابادی این اصل تولا و تبری را رعایت نمی کنند و معتقدند که صوفی صلح کل است. اینها اگر امروز به وحدت اشاره می کنند، چنان که از مقاله مصطفی آزمایش استفاده می شود، منظورشان که حد که حرمت مفاخر شیعه است. اتباع این فرقه مراعات کننده این وظیفه مسلمانی مذهب اهل بیت علیهم السلام، که علمای شیعه و حتی ائمه طاهرین در رسان می باشند را جاهل و نادان می دانند. عبدالرضا بارفروش در کتاب آسیب شناسی عرفان این انتقاد را به مقاله‌ای به قلم دکتر سید مصطفی آزمایش منتشر شده در فصلنامه عرفان ایران
شماره 13 صفحه 24 وارد آورده است. عبدالرضا بارفروش در کتاب موسوم به آسیب شناسی عرفان در صفحه 339 چنین می نویسد: جهت پی بردن به تحریف و تحذیف در اجازه سعادت علی شاه و آقای سلطان علی شاه که مصطفی آزمایش نیز از آن اطلاع دارد، به اثر تحقیقی بی نظیر در کوی صوفیان تألیف سید تقی واحدی رجوع کنید تا بدانید چگونه مصطفی آزمایش برای اثبات آقایی رفیق خود دکتر نورعلی تابند و شرکت داشتن در مصرف عشریه دروغ میگوید. مهمتر این که گمراه کردن مردم برای او کوچکترین ارزشی ندارد. پایان نقل به مضمون از کتاب آسیب شناسی عرفان اثر عبدالرضا بارفروش. معنی این جملات آن است که عبدالرضا بارفروش و سید تقی واحدی با نام مستعار و ده‌ها و صدها آخوند و ملای وابسته به اداره فرق و ادیان در متون و کتاب‌ها و سایت‌های متعدد و متنوع تهمت می‌زنند و دروغ می‌بندند و ادعا می‌کنند که آقای مجذوب علی شاه از وجوه عشریه حقوق می‌دهد تا دکتر آزمایش با انتشار فصلنامه عرفان ایران و نگارش کتابی مربوط به تاریخچه سلسله نعمت اللهی گنابادی برای اقطاب پیشین این مکتب شجره اتصال دروغین سرهمبندی نماید و اتصال طریقتی دست و پا کند. در همین راستاست که مشاهده می‌کنیم که یک بسیجی پاسدار معمم به نام آخون عبدالرحیم بیرانوند که از حواریون و هواداران مسلم آیت الله علوی گرگانی است و از دشمنان قسم خورده آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه می باشد و علیه تصوف و عرفان اسلامی کتابی موسوم به عنکبوتان دنیادار نوشته است، در ویدئویی که توسط رسانه‌های وابسته به سپاه نظیر جوان آنلاین، تسنیم و خبرگزاری فارس در پی رخدادهای گلستان هفتم به آن پوشش داده شد، صراحتاً میگوید: آقا شما توی یک کشور زندگی میکنید، برید بپرسید کجا درویش بودن جرمه. اگه درویش بودن جرمه، هزاران نفر الان باید در زندان باشن. جرم ثانویه شما انجام دادید. شما برید ببینید افرادی که خارج کشور هستن، مصطفی آزمایش نقش ستون پنجم رو برای دشمن ایفا کردن، بیشترین اسناد مملکت ما رو فروختن به بیگانگان. برید ارتباط مصطفی آزمایش رو با احمد شهید ببینید، با دیان علایی بهایی که جاسوس اسرائیلی برید ببینید. درویش جاسوسه؟ اینها با عناوینی که مقدس هستن به دنبال اهداف شیطانی خودشون هستن. عبدالرحیم بیرانوند از جمله نیروهای طلب بسیجی محرک در تخریب حسینیه بروجرد بوده است که بعدها به دلیل خوشخدمتی هایی که در دشمنی علیه مکتب فقر و درویشی و تصوف به تبعیت از مراجعی از قبیل علوی گرگانی انجام داد و به دلیل روابط نزدیکی که با این مرجع تقلید حکومتی دارد، به عنوان مدرس حوزه و کارشناس ارشد فرق و ادیان در حوزه تصوف به استخدام درآمد و اظهارات صریحی علیه دراویش گنابادی و به ویژه شخص دکتر نورعلی تابنده بر قلم و زبان خود جاری ساخت. عبدالرحیم بیرانوند بروجردی می کوشد تا درویشی را از نظر سازمان تبلیغات اسلامی و مراجع حکومتی قم و مشهد به دو شعبه درویشی خوب و درویشی بد تقسیم کند. آقا شما توی یک کشور زندگی میکنید، برید بپرسید کجا درویش بودن جرمه؟ کجا درویش بودن جرمه؟ کجا درویش بودن جرمه؟ نیرو انتظامی کجا نه؟ بدبختا و خودتو بیاد والله تالله بلا خامنه و همه شو حرام بکنید. الله اکبر. شما برید ببینید افرادی که خارج کشور هستن، مصطفی آزمایش. اظهارات این قبیل ضابطان قضایی و افسران اتاق جنگ نرم سازمان تبلیغات اسلامی علیه درویشی نشان می‌دهد که تصمیم گیرندگان و مجریان طرح‌های اداری فرق و ادیان
دو تعبیر کاملا ناهمگون از مکتب و مرام درویشی دارند. یک، درویشی که در راستای تعالیم مکتب انسانساز دکتر نورعلی تابنده و سرسپردگان و شاگردان واقعی ایشان است و از نظر مراجع حکومتی انحراف و زلالت به شمار می رود و باید با اعمال حصر، حبس و زندان خانگی و نفی بلد و تبعید و خاموش کردن میکروفون ها و ممنوع صحبت کردن آنها راه را بر آنها بست و مراکزشان را تعطیل نمود. دو، درویشی که مورد تایید دستاندرکاران اداره فرق و ادیان است که به تعبیر خودشان از آن با عنوان دراویش حقیقت طلب نام میبرند، به عنوان نماینده دراویش حقیقت طلب هیچ گونه مشکلی ندارند. ما درویشی سنتی خودمونو میخواییم، نه چیزی قاطی درویشی. مجلس فقری منزه از همه چیزها رو میخواییم، نه چیزی اضافه تر بر مجلس فقری سنتی و اصلی. تحریزان و برنامه چینان اداره فرق و ادیان ماها پیش از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده و پس از آن به مدت 2 سال حصر خانگی دکتر تابنده تمامی تلاش خود را به کار بستند تا این دو دیدگاه و طرز تلقی از درویشی را از هم تفکیک کرده و در مقابل هم قرار دهند. از این رو در طی 2 سال حصر خانگی دکتر تابنده شاهد رشد لجام گسیخته این طرز تلقی حکومت پسند در میان جمعی از پیروان طریقت گنابادی بوده این که لازمه مسئولیت از هجمه ها و خشونت های وارده به جامعه فقر و درویشی از سوی حکومت را اطاعت مطلق و بی قید و شرط از اوامر حکومت دانسته و بس. قرار شد من منبر برم، رو منبرم میگم و اون اینه: ما فقرا از مسیر اصلی فقر و درویشیمون چون تجاوز کردیم، منحرف شدیم، این مسائل بر ما پیش اومد. کسی با مجلس ما کاری نداره. نشان دهنده چون این طرز تفکری در میان درویش آقای حاج حسین علی کاشانی بوده که صراحتاً از حداکثر اختیارات و امکانات در جهت بسط و گسترش چنین تفکری با در اختیار داشتن تریبون‌های رسمی سلسله و سفر در شهرهای مختلف در داخل و خارج کشور چنین تلقی و برداشتی را در جمع دراویش ترویج می‌نماید. از سوی دیگر اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های بیش از پیش دکتر نورعلی تابنده با قطع بلندگوها و عدم دسترسی مریدان، پیروان و ارادتمندان به ایشان در جلسات عمومی همراه با حصر خانگی که پیروان این طریقت صوفیانه را از تعالیم پیر و مرشدشان بی بهره ساخت. آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در فرمان 12 ماده‌ای خود به تاریخ اول محرم 1427 هجری قمری آقای حاج حسین علی کاشانی را صراحتاً از ارادتمندان به علما و مراجع تقلید و نه از ارادتمندان به مکتب فقر و درویشی معرفی کردند. خلاصه آن که درویشی قابل تفکیک به درویشی حکومتی و درویشی مستقل از حکومت نیست. درویشی یعنی سرسپردن به ولی خدا و سلام. تعابیر پیروان اداره فرق و ادیان سازمان تبلیغات اسلامی که با هدف مستحیل کردن اساس مکتب فقر و تصوف و عرفان اسلامی در فرهنگ حوزه‌ای صورت می‌گیرد، از نظر درویش حقیقی هیچ جایگاه، اعتبار و مشروعیت ندارد.
حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در ارتباط با موریانه های فقری سخنانی را با عنوان حقیقت درویشی سنتی و جدید ندارد، صبح روز پنج شنبه 30 آذر ماه 1396 خورشیدی، درست یک ماه پیش از رخدادهایی که به حصر خانگیشان انجامید، در یک جلسه عمومی در حضور آقایان ایراد فرمودند و اظهار داشتند. دیگه درویشی به قول اون چند نفر آقایون سنتی و تجدد نداره. درویشی همینیست که هست. درویشی که یکی ما درویشی سنتی خودمونو میخوایم، نه چیزی قاطی درویشی. من یه موریانه، یه عدسیز بندازه، یه آشوری رو تحتیم پایین میخواد خراب میکشه، خراب میکنه تمام ساختمانش بود، تمام آقا تمام زحماتی که کشیدین نیدم.